شما هم وقتی که صدای خواننده های اپرا رو میشنوید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه اینه که اینا چرا صداشون رو اینجوری میکنن؟ توی این ویدیو میخوام دقیقاً در مورد این موضوع صحبت کنم که چرا خواننده های اپرا صداشون رو اینطوری میکنن. سلام، من مهتاب هستم و از این به بعد توی یه سری ویدیو میخوام در مورد موضوعات مربوط به موسیقی کلاسیک باهاتون صحبت کنم، ولی به زبون خیلی خیلی ساده و برای افرادی که هیچ گونه تخصصی در زمینه موسیقی ندارن و موزیسین نیستن. برای اینکه بتونیم در مورد موضوع این ویدیو صحبت کنیم، اول باید بدونیم که هر کدوم از ما یک ساز در درون خودمون داریم، یا بهتر بخوام بگم بدن هر کدوم از ما در واقع یک ساز هست. میتونیم بدنمون رو مثل یک ساز زهی در نظر بگیریم، مثلا مثل یک ویولونسل یا یک گیتار، به این صورت که تارهای صوتیمون که دوتا عضله خیلی ظریف و کوچیک هستن در حنجره، اینا رو میتونیم مثل سیم‌های ساز در نظر بگیریم و کل بدنمون رو هم مثل جعبه ساز. کار جعبه ساز در سازی مثلا مثل ویولون یا همون گیتار چیه؟ اینه که صدایی که از طریق سیم‌ها تولید میشه این رو تقویت میکنه، باعث تنین این صدا میشه و این صدا به گوش شنونده میرسه. در بدن ما هم همین اتفاق میفته. صدا از طریق تارهای صوتی، یعنی از طریق هوایی که از تارهای صوتی رد میشه، ما صدا رو در بدنمون تولید میکنیم، ولی کل بدنمون هم مثل همون جعبه ساز که گفتم همونطوری دقیقاً عمل میکنه و باعث رزونانس و تنین صدا میشه. حالا ما این ساز رو در درون خودمون داریم. بعضیا یاد میگیرن که چطوری از این ساز برای موسیقی استفاده کنن، ولی بعضیای دیگه هم نه، در حد رفع نیاز روزمره فقط ازش استفاده میکنن و دیگه سراغ موسیقی نمیرن. رفع نیاز روزمره یعنی چی؟ یعنی حرف زدن، یعنی در طول روز خب ما داریم به هر حال از این سازمون استفاده میکنیم، داریم از صدامون استفاده میکنیم، ولی محدودش کردیم به یک رنج خیلی کوچیکی و فقط در محدوده صحبت کردن داریم از این تارهای صوتی و کلن بدنمون استفاده میکنیم. ولی کسی که میخواد از صداش برای تولید موسیقی استفاده کنه، کم کم در طول زمان یاد میگیره که از چه تکنیک هایی استفاده کنه و چه روش هایی رو به کار ببره که حالا بسته به اون نوع موسیقی که میخواد تولید کنه، این دستگاه صوتیش قابلیت اجرا براش داشته باشه. حالا بریم ببینیم که یک خواننده اپرا باید چه قابلیت هایی داشته باشه، باید چه مهارت هایی داشته باشه که بتونه از پس خوندن اپرا بر بیاد. من اینجا میتونم به 3 موضوع اصلی اشاره کنم که در واقع خواننده های اپرا باید این 3 قابلیت رو داشته باشن، یا باید بتونن اینطوری بگم که از پس 3 موضوع مهم بر بیان که بتونن اپرا اجرا کنن کلا. مسئله اول مسئله‌ایه که مربوط میشه به آکوستیک. از اواخر قرن 16 که کلن اپرا به وجود اومد تا اواخر قرن 19 و حتی اوایل قرن 20 کلن سیستم‌های تقویت صوتی مثل سپیکر و میکروفون و اینجور چیزا وجود نداشتن. تازه از دهه 1920 کم کم شروع کردن که برای اجراهای زنده از میکروفون و سپیکر و اینجور چیزا استفاده کنن. و خب میدونیم که اپراها معمولا توی سالن‌های بزرگ اجرا میشن، سالن‌های بزرگی که لوژ دارن و تعداد تماشاچی زیادی هم دارن. حالا شما فکر کنین که توی این سالن بزرگ صدای خواننده باید طوری باشه که به گوش اون تماشاچی که اون ته ته هم نشسته، به گوش اون ته سالنیا هم برسه. و نکته دیگه هم که هست اینه که خب اپراها با ارکستر اجرا میشن، معمولا اپرا برای خواننده ها و ارکستر نوشته شده. حالا بسته به اینکه اون قطعه چی هست و آهنگساز چی نوشته و مال چه سبک و چه دوره‌ای هست و اینا، ممکنه که تعداد نوازنده های ارکستر متفاوت باشه، ولی خیلی اوقات بالای 100 نفر نوازنده توی ارکستر هستن و دارن ساز میزنن، یعنی یه حجم صدای خیلی زیادی هست. و اینکه خواننده هم باید قابلیت اینو داشته باشه که جوری از خودش صدا تولید کنه که این صدا روی ارکستر بره و اصلا در میون اون همه صدای ساز صدای خواننده هم به گوش برسه. و اینطوری هم نیست که یک خواننده اپرا یاد بگیره که چجوری یک صدای خیلی حجیم و قوی از خودش تولید کنه و دیگه از اول اپرا شروع کنه همینطور قوی خوندن و تختگاز بگیره دیگه بره تا تهش. اینطوری هم نیست قطعا. و توی یک قطعه اپرا
خواننده باید بتونه که خیلی نوانس های زیادی رو اجرا کنه، باید بتونه صدای خیلی قوی تولید کنه که در اصطلاح موسیقی بهش میگن فورته یا فورتیسیمو، باید بتونه که صدای خیلی ضعیف هم تولید کنه که توی باز اصطلاح موسیقی بهش میگن پیانو یا پیانیسیمو. یعنی این نوانس ها از خیلی خیلی ضعیف تا خیلی خیلی قوی رو یک خواننده اپرا باید بتونه اجرا کنه. و نکته در اینه که وقتی که داره یک صدای خیلی خیلی ضعیف هم تولید میکنه، اون صدای ضعیف هم باید انقدر رزونانسش و هارمونیکا و اینایی که توی این صدا هستن عالی، پرفکت و به بهترین نحو باشن که بازم اون صدای خیلی خیلی ضعیف رو هم ته سالونیا خیلی خیلی خوب و واضح بشنون. البته یه مطلبی رو هم بعد اینجا اضافه کنم، این که مثلا تا قرن 20 کلن اسپیکر و میکروفون و سیستم های تقویت صوتی نبودن، این تنها دلیل این نیست که خواننده ها بدون میکروفون و سیستم تقویت صوتی میخونن. هنوزم که هنوزه دیدن اپرا خیلی طرفدار داره و یکی از دلایلش هم اینه که شما وقتی که به دیدن یک اجرای اپرا میرین، این صدا رو واقعا بدون هیچ گونه واسطه ای میشنوین. یعنی این صدا که از دهن خواننده داره تولید میشه مستقیم داره به گوش شما میرسه. نه تنها که اجرای زنده هست، بلکه صدا هم بدون واسطه داره به گوش شنونده میرسه. درسته که آدم میره خیلی از انواع دیگه موسیقی رو هم اجرای زنده شون رو میبینه، ولی واقعا تجربه موسیقایی که شما از دیدن موسیقی کلاسیک حالا کلن و یا اپرا هم میتونین داشته باشین هیچ وقت قابل مقایسه نیست با مثلا اینکه شما میرین یه کنسرت موسیقی پاپ میبینین. حالا اگه حتی در نظر نگیریم که خیلی از این اجراهای موسیقی مثلا پاپ هزار جور اوتوتیون و فیلتر و فلان روی صداشون هست، اونا رو که اصلا بذاریم کنار بگیم اینا هم اصلا نیست، ولی همچنان اون سیستم های تقویت صوتی یه سری نمیدونم چطوری بگم، مثل افکت هایی میذارن روی صدا. یعنی در نهایت اون صدا اونقدی اصل و اوریجینال نیست وقتی که به گوش شما میرسه، ولی توی اجراهای زنده موسیقی کلاسیک و اپرا این اتفاق نمیفته دیگه. همونطور که گفتم این صدا مستقیم تولید میشه و به گوش شنونده میرسه و این یک تجربه‌ایه که برای خیلی ها واقعا جذابه و برای همین میرن اجراهای موسیقی کلاسیک رو میبینن. بعد از آکوستیک، نکته دومی که باید بهش اشاره کنم خود موسیقی کلاسیک هست، یعنی خود نوع اون موسیقی، نوع قطعاتی که آهنگسازان موسیقی کلاسیک معمولا می نویسن. همونطور که گفتم خب این صدای ما در واقع ساز ما هست و آهنگسازان موسیقی کلاسیک هم واقعا یه چنین دیدی دارن نسبت به صدای خواننده و به عنوان یک ساز بهش نگاه می کنن. قطعا هر سازی محدودیت های خودشو هم داره، قطعا ساز ویولون یه سری محدودیت هایی داره، ساز پیانو یه سری محدودیت هایی داره، چه از نظر اون گستره صدایی که دارن، چه از نظر آکوستیک، چه از نظر تکنیک های اجرا، هر سازی یه سری محدودیت هایی داره، صدای انسان هم همینطور. و خب قطعا آهنگسازان موسیقی کلاسیک هم با توجه به این محدودیت ها و قابلیت هایی که سازها و صدای انسان دارن براشون قطعه می نویسن و همونطور که میتونن قطعات خیلی سخت و پیچیده و تکنیکال برای ساز بنویسن، همونطور هم قطعات سخت و پیچیده و تکنیکال برای آواز می نویسن. یعنی یک خواننده اپرا خیلی اوقات واقعا باید بتونه قطعات بسیار سختی رو اجرا کنه، خیلی چی میگن یه حالت آکروباتیکی حتی باید داشته باشه صداش که بتونه این فواصل عجیب و غریب، نوانس‌های عجیب و غریب، حالا نمیخوام در مورد تکنیکا صحبت کنم، ولی کلا باید بتونه یه وقتایی خیلی کارهای عجیب و غریبی با صداش انجام بده. اولا این که شما به عنوان یک خواننده اپرا باید بتونید که یک گستره صدایی خیلی زیادی داشته باشین، یعنی از بمترین صدایی که در وجود شما ممکنه تولید بشه تا زیرترینش رو باید سعی کنین که یاد بگیرین و تولید کنین این صدا رو، یعنی یک گستره صوتی خیلی زیادی باید داشته باشه یک خواننده اپرا. این در حالیه که مثلا اگر بخوایم مقایسه کنیم با موسیقی پاپ، اینطوریه که خب معمولا دیگه، حالا استثناء همیشه ممکنه که باشه، ولی معمولا توی موسیقی پاپ چنین اتفاق نمیفته. یعنی یک خواننده
پاپ معمولا نیاز نداره که گستره صدای خیلی بزرگی داشته باشه در مقایسه با خواننده کلاسیک. اینا رو میگم، مثلا وقتی که شما یک موزیک پاپ گوش میدین و خواننده دیگه میرسه به اون نوت خیلی بالا و شما دارین فکر میکنین که وای این دیگه ترکون مثلا نوت بالا رو، اون نوت خیلی بالا معمولا برای خواننده کلاسیک یا خواننده اپرا خیلی نوت بالای محسوب نمیشه. ولی حالا به خاطر اینکه تکنیکا متفاوته، نوع موسیقی متفاوته و اینا، خب این اتفاق میفته و اینطوریه. ولی میخوام بگم که کلا تکنیکی که خواننده های اپرا باید یاد بگیرن، یکیش مربوط به این میشه که این گستره صدایشون رو باید بتونن خیلی خیلی زیاد کنن و تا جایی که این فیزیک بدنشون اجازه میده این گستره صدایی رو باید افزایش بدن. و از طرف دیگه خواننده های کلاسیک باید بتونن که این نوانس ها رو همونطور که گفتم خیلی خوب رعایت کنن، از صدای خیلی ضعیف تا خیلی قوی بعد این انعطاف پذیری رو حتما در صداشون داشته باشن. و این نیازمند اینه که واقعا شما یه تکنیک خیلی خاص و خوبی داشته باشین و خیلی خیلی بتونین صداتون رو کنترل کنین. پس نکته اول بیشتر مربوط میشد به آکوستیک. نکته دوم مربوط میشد به خود موسیقی کلاسیک و قطعاتی که برای موسیقی کلاسیک نوشته میشن. نکته سوم اینه که اپراها معمولا طولانی ان. حالا بستگی داره، یه اپرایی هم ممکنه یه ساعت و نیم باشه، یه اپرایی هم ممکنه 5-6 ساعت باشه، ولی به طور معمول اپراها 2 ساعت و نیم تا 3 ساعت زمان اجراشون هست. و درسته که معمولا اینجوری نیست که یه خواننده از اول اپرا شروع کنه یه تک خوندن تا آخر اپرا، اینجوری نیست، ممکنه اون وسط ها اصلا حتی 10 دقیقه، نیم ساعت از صحنه بره بیرون دوباره برگرده، یا وقتی که روی صحنه هست خودش که همش نمیخونه، مثلا یه مقدار این میخونه یه مقدار اون میخونه، با هم دیگه میخونن، یعنی این همش داره تغییر میکنه. توی اپرا خوندن مثل ماراتونه، یعنی شما باید بتونین که این انرژی رو نگه دارین به مدت حالا 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت، هر چقدر که هست. و از طرف دیگه اینطوری هم نیست که حالا شما یه شب یه اجرایی دارین و یه اپرایی میخونین تموم میشه میره. نه، خواننده اپرای حرفه‌ای معمولا اینطوریه که صبح سر تمرین، شب میره اجرا میکنه، دوباره فرداش یه تمرین دیگه است. یعنی که یک خواننده حرفه‌ای اپرا باید این قابلیت رو داشته باشه که چندین و چند ساعت در روز آواز بخونه بدون اینکه به صداش صدمه بزنه و آسیب وارد کنه، و بعدم بتونه که این کار رو سالها و حتی دهه ها انجام بده. اینطوری نیست که مثل خیلی از ورزش ها میبینین طرف حالا درسته که از سن پایین شروع میکنه به اون ورزش، ولی مثلا 30 سالگی، 35 سالگی حداکثر بازنشسته میشه. ولی برای خواننده های اپرا چه این اتفاقی نمیفته. تعداد زیادی خواننده های خیلی خوب هستن که در سنین خیلی خیلی بالا همچنان دارن صحیح و سلامت آواز میخونن. ممکنه که یه کمی قابلیت های صداشون، رنگ صداشون اینا مثلا تغییر کنه، ولی همچنان طرف روی صحنه هست و داره آواز میخونه و به بهترین نحو هم داره کارشو انجام میده. و یک نکته‌ای که نباید فراموش کنیم به هیچ عنوان اینه که خواننده اپرا فقط خواننده نیست، خواننده بازیگر هست در واقع. یعنی اینطوری نیست که وایس یه جا بخونه کارش تمام شه، خدافظ شما من رفتم. باید بتونه که اکت داشته باشه، باید روی صحنه بازی کنه. صحنه اپرا صحنه تئاتر، دکور داره، لباس داره، و شما میگم به عنوان یک خواننده اپرا درسته که اون بخش آوازش یه جوری مهمتره، ولی همچنان شما باید اکت داشته باشین. یه وقتایی هم ممکنه که مجبورشین کارهای عجیب غریب انجام بدین، یه وقتایی ممکنه که بذارنتون روی اهرامی و بالا و پایینتون کنن و بچرخونن و دیگه خلاصه همه جور بلای سر آدم در بیارن، و در همون زمان هم شما باید سخت‌ترین قطعات رو اجرا کنین، مثل این ویدیویی که الان میبینین. وقتایی هم میبینین که کوروگرافی هست، طراحی رقص هست، و شما در زمانی که دارین میرقصین و چند تا بازیگر شما رو روی دستشون دارن اینطوری میبرن، همچنان شما باید بخونین و اون کیفیت آوازتون هم به هیچ عنوان نباید کاهش پیدا کنه، مثل این ویدیویی که اینجا میبینین. ما
متوجه شدیم تا اینجای ویدیو که خواننده های اپرا باید بتونن چه کارهایی را انجام بدن، صداشون باید چه قابلیت هایی رو داشته باشه. حالا برگردیم به موضوعی که اول ویدیو در موردش صحبت کردیم که چرا صدای خواننده های اپرا این جوریه. اون چیزی که به گوش شما داره میرسه که ممکنه یه ذره صدای عجیب غریبی باشه، که خب اکثرا هم عجیب بودن به خاطر اینه که آدم زیاد نشنیده. وقتی که زیاد بشه یک چیزی در اطراف آدم دیگه اونقدر عجیب به نظر نمیاد، ولی در کل این نتیجه‌ای که ما داریم میشنویم، این صدایی که ما داریم میشنویم، نتیجه اون تکنیکی هست که خواننده ها طی سالها و سالها در بدن خودشون پرورش دادن، رفتن یاد گرفتن، مطالعه کردن، سالها و سالها تمرین کردن که بتونن بدنشون رو در یک ستینگ خاص، اینطوری بخوام بهتون بگم، قرار بدن، در یک هارمونی قرار بدن، در یک وضعیتی که بتونن تمام این کارهایی که در طول ویدیو در موردشون صحبت کردیم رو انجام بدن بدون اینکه به صداشون آسیب برسونن. امیدوارم که از مطالب این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که اینطور بوده خیلی خیلی خوشحالم میکنین که ویدیو رو لایکش کنین. اگر هم که هر گونه پیشنهادی برای ویدیوهای اینچنینی برای ویدیوهای بعدی دارین، خیلی خوشحالم میکنین که توی کامنت ها برام بنویسین و من شما رو توی ویدیوهای بعد میبینم. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.